پنجشنبه سوم آبان 1346 خورشیدی رادیو ایران خبر افتتاح تالار رودکی یا تالاری که امروزه به نام وحدت خونده میشه رو با چنین متنی پخش میکنه تالار رودکی یکی از مجهزترین و بزرگترین تالارهای اپرا موسیقی و تئاتر ایران است که توسط اوژن آفتان لیانس بر اساس مدل نمونه اپرا هال وین ساخته و به نام شاعر و نوازنده بزرگ ایرانی ابو عبدالله رودکی در سال 1346 خورشیدی توسط محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو و پهلوی افتتاح گردید. ساخت تالار در خیابان دکتر عرفع در سال 1336 خورشیدی آغاز و پس از ده سال با بهترین طراحی داخلی و تجهیزات بینظیر ماشینری نور و صدا بهره برداری و در سوم آبان ماه 1346 خورشیدی افتتاح شد. این تالار متشکل از دو سالن بود به نام تالار رودکی و سالن کوچک بعد از انقلاب نام تالار رودکی به تالار وحدت و سالن کوچک به تالار رودکی تغییر پیدا میکنه زیربنای تالار نزدیک 15700 متر مربعه و تالار اصلی یک سالن همکف با سه طبقه بالکن به شکل نعل اسبی داره که گنجایش 740 نفر تماشاگر رو داره ساختمان دارای دو زیرزمین هست که این زیرزمین ها محل قرارگیری الکتروموتورهای صحنه و تجهیزات فنی مکانیکی هستند و انبار بزرگ و معروف تالار که بسیاری از لباس ها و چیزهای مختلف اکسسوار های صحنه رو شامل میشه در اونجا هست و در مجموع زیرزمین ها و ساختمان که ساختمان اصلی هفت طبقه هست چیزی نزدیک به 21 هزار متر مربع زیر بنا دارن این سالن یکی از مهمترین سالن ها و شاید بشه گفت تنها سالن استاندارد اجرای موسیقی و باله در ایران هست و تاریخچه بسیار غنی از درخشانترین اجراها رو طی این سالها در حافظه تاریخی خودش داشته اوژن آفتاندلیانس معمار ایرانی ارمنی تبار تالار رودکی متولد شهر تبریز هست به سال 1292 خورشیدی در دوران کودکی به همراه خانوادهش به تهران میاد به مدرسه سن لویی تهران میره دیپلمش رو اونجا میگیره و بعد به پاریس میره به مدرسه هنرهای زیبای پاریس بزار در اونجا تحصیل میکنه و بعد که به ایران برمیگرده ساختمانهایی رو میسازه که بعضی از اونها جزو ساختمانهای ماندگاره تاریخ معماری ایران هستند که شاید مهمترینشون همین تالار رودکی یا وحدت باشه که به نام تهران رودکی هال اوپرا هاوس شناخته میشد. اگر بخوام به کارهای دیگر لیانس اشاره بکنم تالار فرهنگ، موزه مردم شناسی ایران وزارت فرهنگ و هنر برخی از کاخهای سلطنتی سعداباد، فرهاباد موزه کلیسای وانک اسفهان فاز اول فرودگاه مهرآباد سینما گلدن سیتی که امروزه به نام سینما فلسطین شناخته میشه و یکی از شناخته شده تا این کارهاش هم کلیسای سرکیس مقدس در خیابان کریم خان تهران هست البته آفتاندلیانس مدارس ماندگاری رو هم ساخته که او را یکی از شاید معماران پرکار تاریخ معاصر ما بکنه اوژن آفتاندلیانس در سال 1376 در آمریکا فوت میشه و همونجا هم به خاک سپرده میشه